فروردین این ماه زیبا و دلنگیز و عروس ماه‌ها متعلق به فروهرها یا فروشیها، یعنی پشتیبان و محافظ انسان و همه آفرینش‌های نیک اهورامزدا می باشد. جشنی که در عید نوروز به پا می گردد، در واقع بیداری روح زمین را از خواب بلند زمستانی مژده می دهد و باز در فصل جدید زندگی و حیات دوباره طبیعت آغاز می شود. فروهر در واقع شکل غیر مادی در نهاد انسان است و نوعی پشتیبان و محافظ که هم شامل انسان و هم آفرینش های دیگر می گردد، که پس از مرگ انسان دوباره به جایگاه اولیه خیش برمی گردد. در عقیده های باستانی این اعتقاد حاکم است که فقط قهرمانان دارای فروهر هستند، اما بدها افراد با تقوا و پرهیزکار نیز از این نعمت الهی برخوردار شده و این افراد در سال یک بار برای دیدن بازماندگانشان پایین می آیند و برکت را به خانه های عزیزانشان می آورند و به شرطی که خانه را تمیز و پاک ببینند. اما اگر خانه را در هم و کثیف ببینند، برکت را نخواهند خواست و آن را ترک می کنند. فروهرها از اولین طلوع فروردین و نوروز حاضر می شوند و تا روز ده فروردین یا به روایتی روز 19 ادامه می یابند و بدین گونه که در پشت بام ها مراسم روشن کردن آتش انجام می پذیرد تا راه خانه ها به فروهرها نشان داده شود. همه خوبی ها چون از ابرکران یعنی جهان برتر به این جهان در روز خرداد یعنی روز اول بهار می آید، سزاوار و شایسته است که هر روز نوروز باشد و نوروز زمانش بیشتر باشد. بدیهی است که در روز عید و جشن لباس نو و زیبا برتن کنند و خود را عطرآگین کنند و آن را به فال نیک بگیرند و آن سال سالی سراسر خوبی و برکت بر ایشان باشد و بدی ها از آنها دور گردد. نوروز سرآغاز رحمت الهی است، چنانچه با شروع بهار نم نم بارش های بهاری شروع می گردد و زمین تشنه سیراب می گردد و با بارش باران رد پای الهه آب نیز کم کم پیدا می شود. الهه آب است که به دستور اورمزد از آسمان آب و برف و تگرگ را به زمین می باراند و علت اینکه ایرانیان در نوروز غسل می کنند این است که آن روز متعلق به الهه آب است. مردم در این روز همزمان با طلوع خورشید از خواب بلند می شوند و با آب جاری که بر خود می ریزند تمام درد و بلا و آفات را از خود دور می کنند و به یکدیگر آب می پاشند و دلیل این کار هم این گونه بیان شده است که چون به مدت طولانی در ایران باران نباریده و بعدن باریده از مردم آن باران را تبرک کرده و به هم می پاشند و این کار هم همچنان در برخی مراسم رایج است. خداوندا تقدیر دوستان را در سال آینده به گونه ای قرار بده که در پایان سال از گذشته خود افسوس نخورند. ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها، ای تدبیر کننده روز و شب، ای دگرگون کننده حالی به حال دگر، حال ما را به بهترین حال دگرگون کن.